Good afternoon, everybody. Today I want to start by addressing three issues, and then I'll take your questions. First, I'd like to say a few words about the situation in Iran. Some in the Iranian government, in particular, are trying to avoid that debate by accusing the United States and others in the West of instigating protests over the election. These accusations are patently false. They're an obvious attempt to distract people from what is truly taking place within Iran's borders. امروز این میرحسین موسوی است که در مرکز توجهات است. او بیشترین جذبه را برای اصلاح طلبانی دارد که آرزوی دوم خردادی دیگر دارند. آزادی خواهان ایران و اونایی که حتی دل به آقای خاتمی بستن می توانند موسوی رو به عنوان یک نامزد شایسته که قادر است از حقوق مردم دفاع بکنه به رسمیت بشناسند. و دارم آدمهایی رو می بینم که گویی که جزئی از نظامن، اما هر کدوم الان برنامه های آوردن که اگر نگویم 100% برنامه های ماست، حداقل انطباق با بخشی از برنامه های ما داره. تصاویر تظاهر کنندگان هست و ایشون محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی از اعضای جبهه مشارکت هستش که پریشب بازداشت شده بود و اینها از جلوی وزارت کار در خیابان آزادی در حال گذر هستند، تظاهر کنندگان. Well, now we've been able to get back to Lindsay Hilsum, who's been able to file now this report of these exclusive pictures in Tehran. Be warned, some of the images are extremely distressing. Help me, live pictures are from a short time ago. A short time ago, there he is. Really the man of the hour right now, the opposition candidate who lost the election in Iran over the weekend. وقتی صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد، تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوون، تو میتونی یه شعر تازه تر بگی. نیرومون رو گذاشتیم، از سهم اشرف هم کم کردیم، چون همه چیزو گذاشتیم برای قیام. برای همین سر و جانم فدای قیام. یعنی سلطنت طلب باشه، یکی ممکنه مستثمار مشاهدین باشه، همه ما یک هدف مشترک داریم. آلمان از برگزاری تظاهرات کسانی که خواستار آزادی بیان و آزادی تجمع هستند حمایت می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم که آزادی رسانه‌ای برقرار شود و افرادی که بازداشت شدند آزاد شوند. همچنین باید آراء انتخابات بازشماری شود. من فکر می‌کنم آنچه اکنون در ایران شاهدان هستیم، خواسته‌ای نیرومند و عمیق از طرف مردم ایران برای دستیابی به آزادی است. اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای آزادی و موضع مثبت در جهان بلند کنن. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنن. من واقعا نمیدونم کدوم یک از این دو زودتر از بین خواهد رفت، برنامه غنی‌سازی اونها یا دولت احمدی نژاد، اما من امیدوارم این دولت زودتر از بین بره.
اگر خیلی تند و آشکار وارد میدان می شدیم، توجهات خیلی زود جلب می شد و رهبران ایران از ما برای متحد کردن کشور بر ضد افرادی که در صحنه تظاهرات بودند استفاده می کردن. در پشت پرده کارهای زیادی انجام دادیم. ما در وزارت امور خارجه آمریکا توییتر را با وجود برنامه گردانندگان آن برای از کار انداختنش به خاطر مسائل فنی همچنان فعال نگه داشتیم. ما در واقع بدون اقدام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم داد. در کشورهای مثل ایران که آمریکا در آن حضور رسمی ندارد، این برنامه پیشبرد منافع آمریکا از حوزه‌های دیگر پیگیری می‌شود که این حوزه‌ها عبارتند از: یک، حوزه‌های پنهان، دو، حوزه‌های نیمه پنهان مانند مرکز ویلسون در واشنگتن، و حوزه سوم در این مجموعه بنیادها و نهادهای کاملا آشکار مثل بنیادهای کارنگی، راکفلر و به ویژه بنیاد سوروس. Some in the Iranian government, in particular, are trying to avoid that debate by accusing the United States and others in the West of instigating protests over the election. These accusations are patently false. They're an obvious attempt to distract people from what is truly taking place within Iran's borders.